بله، حمایت های مالی که های تولیت از نهضت مجموعه کرده چون هم قبل از انقلاب و آخرش اینکه میگن آقای تولیت اواخر سال 50 مورد بهمهری حالا بعد از پیروز انقلاب یعنی بی توجهی بهش شد. این هم اگه جناب عالی بله، آقای تولیت اینجوری بود که خب وقتی کم کم فشار روی مبارزین زیاد شد و مسائل مبارزه هم جدی شده بود و هم مسائل مالیش مشکل شده بود، یه قدری وسیع شده بود، توقعات از ماها خیلی بود و امکانات هم زیاد نبود، امام هم که نبودن، البته خب نماینده های امام بودن، کمک های اینجا می شد. ما با آقای تولیت مطرح کردیم خب شما از این امکاناتی که دارید مصرفی بهتر از این کار مبارزه نیست، الان میخواد یه کار. البته ایشون گاهی با ما مشورت میکرد و گفت من اموال زیادی دارم، الان میخواد یه کار موندگاری انجام بدم. میدونید فرزندیشون نداشت، وارث درجه دوم هم نداشت، شاید وارث سوم هم نداشت، طبقه چهارم یا تا سوم یا چهارم مثلا. اموال زیاد با اینکه زن جدیدم بازشون گرفته بودن، باز هم بچه دار نشده بودن، فکر بودن یه کاری بکنن که صدقه جاریه باشه. به منم اعتماد پیدا کرده بود تو این طوله. یکی از مواردی که خیلی افراد با هم اعتماد پیدا میکنن در همین مبارزاته، چون دیگه اینجا اسرار همدیگر میدونن و اعتماد و این چیزا پیش میاد. ایشون با ما هم مشورت کرد، من گفتم من نظر من خودم اگه چیزی داشته باشم خرج مبارزه میکنم و چیزی رو بهتر از این نمیدونم. ایشون هم گفت منم قبول دارم این کار رو، بیاید فکری بکنیم. خب البته ایشون پول نقدی نداشت، اتفاقا اون موقع مقروض هم بود، روستا و ملک و مثلا باغ و اینا شخصیش بود، اموال آستانه هم که مال خود ایشون نبود، اونو یه مصرفی داشت، باید همون مصرف هیچ وقت آستانه بیشتر از نیاز خودش نداشته، حالا هم باز کمک میگیره، اون موقع هم همجورا بود. ولی ایشون در خیلی جاها زمین داشتن، ملک داشتن تو شهر، تو جاهای دیگه. بنا شد که بیاییم یه بنیادی تشکیل بدیم برای حکومت اسلامی. تا اون موقع دیگه اصلا حرف حکومت اسلامی مطرح نبود. البته این بعد از مطالبی بود که امام درباره ولایت فقیه زده بودن، فکر حکومت اسلامی داشت جدی میشد تو جامعه. ما گفتیم خیلی خوب، بیاییم الان بالاخره این پول میخواد، این باشه وقف حکومت اسلامی که هر وقت شد شما تو ثوابش شریکید. ایشون هم پسندید، آمدیم اموال ایشون رو صورت گرفت و یه اساسنامه ای نوشتیم، صیغه وقف نخوندیم که وقف بشه، ایشون واگذار کرد به همین بنیاد. من الان نمیدونم اسمش هم بنیاد گذاشتیم یا اسم عنوان دیگری بود. اون دیشساز از آقا؟ دیشساز یا غیر از اون؟ شرکت دیشساز؟ نه، دیشساز اونا که اقتصادی بود، ما خودمون بعداً تأسیس کردیم برای یه منظور دیگری. این کاملاً غیر انتفاعی بود و برای مصرف رایگان، برای یعنی چیز منتها وقف به نظرم نکردیم، فقط برای خیریه بود. خیریهش هم محصور کردیم به هزینه های حکومت اسلامی، تأسیس حکومت اسلامی که اون موقع معناش هزینه مبارزه بود. یه هیئت مدیره رو درست کردیم، 5 نفر، آقای تولیت، من، آقای مهندس بازرگان، آقای باهنر و آقای احمد صدر آسد جوادی. ما هیئت مدیره شدیم و این رو هم به ثبت رسوندیم. ایشون همه اموالش رو داد، فقط استثناء کرد، گفت هر چی دارم. استثناءش یه خونه تهران بود که توش نشسته بودن، همین دربند بود، من نمیدونم هنوزم دارن یا نه، زندگی میکردم اونجا. همین باغ سالاریه بود که 15,000 متر به نظرم ایشون موقع گفت،
این استثناء و یه مبلغی هم برای همسرشون خانم طاهره، خانم طاهره یا طاهری، طاهره خانم بیشتر طاهری هم هستن. حالا من فکر میکنم شرکت طاهر از اسم طاهری آمده، اونا فامیلی بودن طاهری های خون. یه مبلغی هم برای ایشون، بقیه دیگه ایشون دادن. خب ما شدیم عضو هیئت مدیره شرکتی که همه این اموال که پول نقدم نبود خرجم داشت جزو اموالش بود. خب نشستیم فکر کردیم با رفقامون چه بکنیم. اولین کاری که به نظرمون رسید این بود که یه مقداری این اموال رو نقد کنیم، در تهران مستقلات بخریم که درآمد جاری داشته باشیم، یه مقدارش هم خارج بفرستیم برای مبارزه خارج، چون اون موقع دیگه فشار رژیم خیلی زیاد شده بود، مال نگه داشتن و اینطور چیزها برای مبارزه در داخل خطرناک بود، هر لحظه لو میرفت و چیز میشد. و به علاوه پیشبینی میشد برای مدت طولانی ما در خارج باید مبارزه بکنیم، لذا گفتیم این مقدار پول به خارج بره. خود طولیت هم زندگیش تنظیم کرد بین ایران و خارج، یه مقدار خارج رفت. چیزی که زود میشد به پول بشه زمین هایی بود که ایشون در سالاریه داشتن اطراف شهر، که اینا اون موقع کسی روشون کار میکرد قابل این بود که به فروش بره. روستاها و اینا که خیلی کسی نمیخریدن، پولی هم نمیشد، چیز جزئی میشد. اونا رو رفتن دنبال پستکاریشون، اینا رو هم آمدن تفکیک کردن، خیابون بندی کردن و اینا. شرکت دیشساز اینجا تأسیس شد، گروهی از افراد مبارز تهران بازاری و غیر بازاری آمدن شرکتی تأسیس کردن به نام دیشساز و که این اراضی رو آماده فروش بکنن، بفروشن. البته اینو خریدن اول از طولیت، اراضی خریدن، پول رو دادن که اون اهداف انجام بشه، خودشون توش کاسبی بکنن. من جز وینا بودم، سهامی من داشتم. بالاخره پولایی که این ناحیه جمع کردیم، خود آقای طولیت اینجا دیگه ما دخالت نمی کردیم، خودشون در لندن حسابی باز کردن، پولا رو منتقل می کردن به اونجا. ما می دونستیم پولی اونجا هست و برای این هم هست که کمک بشه به مبارزه. خب هیئت مدیره هم باید مطلع می بود و هزینه ها رو هم تایید بکنه که این جریان هم شروع شد دیگه. هزینه هایی هم بعدن شد که منم بخشش در جریان بودم، بخشش من در جریان نبودم و این پولم یک سرنوشت عجیب غریبی پیدا کرد. مبلغ جزئی ما اونجا گره، من یه سفر رفتم، خواهد شما چون سال مستقل دارید سفر نه. خارج من رو همیشه نمیگم، من یه سفر رفتم برای تنظیم روابط نیروهای مبارز، اونجا پول احتیاط شده، مبلغی از آقای طولیت اونجا گرفتم و هزینه کردم دادم به جایی که میخواستم بدم. یه مبلغش هم نهضت آزادی گرفته، فکر میکنم اینا الان در آمریکا یه جای حسابی داشته باشن که منم اطلاعم کمه به خاطر یه چیزایی که حال میگم بعدم. و اصلا اموال طولیت آخرش هم ختم به خیر شد، اونجا موند و بهره روش آمد. و خب امروز چی خیلی با ارزش شده دیگه، 15 میلیون دلار آمده گیرونه دانشگاه امام صادق، جایی که میتونه برای تربیت نیروهای خوب کار بکنه. همون هدفی که ایشون هدف خیری داشت و بالاخره هم با این کش قوس ها رسید به همون هدف خیرش، حالا هم داره مصرف میشه. املاکشون اینا قم هست، هنوز باغ پسته دارن، انار دارن، زمین دارن، چیزایی دارن. سوال بعدی موضوع آشنایی جناب عالی با نهضت آزادی و همکاری هم که با این مجموعه داشتید، تا از جمله همکاری همین رو هیئت مدیره که اشاره کردید، چطور از قبل با هم آشنا بودید، این مجموعه رو با هم هماهنگ کردید، تو این مجموعه به عنوان هیئت مدیره آمدید؟ خب ببینید توی جبهه ملی از قدیم با
اون نزدیکترین جناحشون به ما که مبارزین مذهبی بودیم همین حزب آزادی بودن، چون تو اون چند تا حزب اینا بودن که جبهه درست کرده بودن، یکیشون حزب آزادی بود. حزب آزادی هم نیروهای مذهبیشون بودن، مهندس بازرگان و آیت الله طالقانی و ایده از دانشگاهی های جوان، دانشجو و بازاری و مجموعه اینا بودن. از همون زمان قدیم در دوران مبارزات ما با اسم و با کار اینا آشنا بودیم. در مبارزاتی که ما شروع کردیم در نهضت روحانیت، به طور طبیعی یکی از بخش‌های همراهمون اینها بودن. اینا هم به عنوان انسان‌های متدین، دانشگاهی، مترقی، آشنایی به مسائل روز، اونم مهندس بازرگان که سابقه خلع ید انگلیس ها رو داشت، براش یه اعتبار بالایی بود توی دولت دکتر مصدق. طبعا ما با اینا همکاری داشتیم، همکاری سیاسی داشتیم، همکاری ایدئولوژیک و فرهنگی و علمی هم داشتیم، چون در جلسات و سخنرانی ها و بحث ها و اینا هم نوان هم دیگر رو می دیدیم. بالاخره به مسائل مبارزه هم که می رسید یه نوع همکاری های داشتیم که اینم باعث اعتماد و رازداری بینمون بود. بنابراین ما حداقل از سال 40 که مبارزه می خواد شروع بشه با اینا در یه سطح نسبتاً خوبی همکاری داشتیم. در روزهای خفقان هم این تشدید شد، این همکاریمون، به کارهایی هم از همون قبیل که شما میبینید ما میرسیم، باز با اونا نزدیکیم. تا آخر که بعد از انقلاب یه جدایی های پیش اومد، از سابقه مون طولانیه خیلی، از جوانی است تقریبا. اول آشنایی با آقای بازرگان از کجا شروع شد یادتون؟ آقای بازرگان، خب قبل از اینکه ایشون ببینیم که ما از آثارشون با ایشون آشنا بودیم، ولی اولین آشنایی خیلی نزدیکمون باز همون مکتب تشیع بود. ما مکتب تشیع برامون یک نقطه بسیار خوب آغاز کار سیاسی اجتماعیمونه. ایشون مقاله نوشت برای ما، ما چند نفر از تهران برامون مقاله نوشتن، یکی هم مهندس بازرگان بود. خب اون مقاله که میدادن ما فوری که چاپ نمی کردیم، می رفتیم مطالعه می کردیم، نظر داشتیم روش، می مدیم با هم مباحثه می کردیم تا به چاپ می رسید. بنابراین اونجا آشناهای رو در رو شدیم، بعدن هم همین توسعه پیدا کرد. یعنی برمی گرده قبل از سال 40، قبل از مبارزه. سال بعد راجع به دکتر شریعتی هست. دکتر شریعتی الان زبا، یعنی دو تا نظر هست. دکتر شریعتی که بسیاری از دستبردار دکتر شریعتی میگن خب جذب بچه های مجاهدین شدن، و یا خود دکتر شریعتی اصولا در بیداری و نهضت اسلامی نقشی داشته یا نداشته، و اختلافات دیگر حسینی ارشاد وجود آمده. جناب عالی مجمل اشاره کردی در اون صحبت هاتون، اگه نمی فرمایید. حالا خب دکتر شریعتی در جوانیش قبل از اینکه بره به خارج برای تحصیل که ما آشنا نبودیم باش، آشنایی ما برمیگرده به بعد از اون که ایشون آمد. وقتی که آمد در همون مراحل اولی سخنرانی هایی که کرده بود برای ما جالب افتاد. ایشون از دید جامعه شناسی علمی مسائل رو مطرح میکردن، ما از یه زاویه دیگری مطرح میکردن. طبعا اون زاویه‌ای که ایشون مطرح میکرد جوان پسند و دانشگاهی پسندتر از ماها بود. پدرشون خب دوست ما بود دیگه، ما با مرحوم شریعتی پدر این تقریبا یه روحانی بود، حالا عمامه نداشت، ولی ما بیشتر مثلا به عنوان یه روحانی با اون نگاه میکردیم، با ایشون دوست بودیم. با اسم دکتر شریعتی هم که آشنا بودیم، با شیوه هم که شروع کرد خیلی برای ما مطبوع بود.
به خصوص جاهاییشون ابتدا نفوذ کرد که ما خیلی دسترسی نداشتیم. علاوه ایشون سابقه تندی و اینا هم نداشت، رژیم هم اینقدر تحملش میکرد بیشتر از ما تو دانشگاه ها و اینطور جاها. خوب بود، روابط خیلی خوب صمیمی با هم داشتیم. نقطه اختلافی که پیش اومد عمدتاً مربوط به مرحوم شهید مطهری بود. ما خیلی حساسیت نشون نمیدادیم روی اون افکاری که ایشون مطرح میکرد. اونم تو حسینه ارشاد بود، یه مقدار تماس کاری اینا با هم داشتن، اونم بی تأثیر نبود. ما تماس کاری به این شکل نداشتیم، هر دومون گوینده بودیم، رفقای دیگه هم همینطور. اما آقای مطهری اینا تو مدیریت حسینیه بودن، مسئولیت احساس میکردن. خب آقای شریعتی تو جامعه شناسیشون و تحلیل تاریخشون بها میدادن به تحلیل مادی تاریخ. اون روزها هم تحلیل رایج در محیط‌های روشنفکری همین تحلیل ماتریالیسم تاریخی بود. دیالکتیک خیلی جدی گرفته میشد. کمتر کسی بود که جرأت بکنه دیالکتیک رو نفی بکنه. حالا با مذهبی های چاشنی دینی هم بهش میدادن، بعضی ها همین رو هم نمیدادن. آقای مطهری تو این مسائل خیلی حساس بودن و تحلیل های دکتر شریعتی رو میگفتن اینا حرف های کمونیست هاست که ایشون داره بخورده بچه ها میده. همون موقع ها مسئله منافقین و مجاهدین خلق و اینا مطرح شده بود. اینا خودشون میخواستن پلی کنن بین مارکسیسم و اسلام، در حقیقت مارکسیسم رو بخورده مسلمان رو بدن. حساسیت همه بیشتر شده بود. آقای مطهری حرفای دکتر شریعتی رو تا حدودی تو این مسیر میدید. البته منافقین اون موقع دکتر شریعتی رو قبول نداشتن، اونا اصلا اون مبارزه رو با این سبکی اینجوری قبول نداشتن، اینا رو اینو چیز میدونستن. فرصت طلبی و اینطور چیزا ترقی میکردن. اما اونا به هر حال آقای مطهری با ایشون سر مسائل اینطوری درگیر شدن. حسینی ارشادی ها هم مدیرانش چون میدیدن آقای شریعتی مستمع بیشتری از قشر جوان جلب میکنه، هم دلشون میخواست حسینیشون بیشتر مورد مراجعه باشه، در اون نزا آقای شریعتی رو ترجیح دادن بر آقای مطهری. افرادی هم بودن که اینقدر سبقه روشن فکری داشتن بین اونا. و اون اختلافات کم کم به حوزه هم سرایت کرد. در حوزه هم کسانی به نفع آقای مطهری موضع گرفتن. البته ما تو نزا اینا وارد نشدیم. طبیعی بود که ما با آقای مطهری بیشتر از لحاظ فکری نزدیک بودیم تا او. این احساس یک کمی فاصله میشد، اما ما اون موقع رو مناسب نمیدیدیم که مثلا به خاطر این مسائل ما بین خودمون اختلاف پیدا کنیم. بالاخره مسئله دکتر شریعتی بگونه شد که خب امام هم با آقای مطهری خیلی اعتماد داشتن، بدون قید و شرط افکاریشون قبول داشتن. طبعا رابطهشون با آقای شریعتی نشد نزدیک بشه و صمیمی بشن، اعتماد نکردن به حرفای آقای شریعتی، یه فاصله افتاد دیگه. سوال بعد این که به نظرم تموم داره میشه. خب یه سوال متممی هست بگید. خدمت عرض کنم که اصولا مشی مسلانه در ایران موفق آمیز نبوده، با همین شرط مجموعه شما آقای مهدوی در اینکه دوستان که در تهران بودید حمایت های مالی به بچه های مجاهدین میکردید، اون اصولا با چه مبنایی بود؟ بگذارید برای جلسه بعد دیگه. حالا من چند تا سوال از مطرح کنم که برای جلسه بعد. خاطرات شما از سفر اول و دوم به اروپا
ارزیابی شما حرکت دانشجوی خارج کشور که خیلی مهم، اختلافات بین قدساد و بنیسد بعداً به درون نظام کشیده میشه، اینم از اونجا هست. و سوال بعدی من راجع به شورای انقلاب حاضرها هیچ مطلب نیست، یعنی ما تقریبا آقای شیبانی رفتیم سراغش، من هیچ یادم نیست، از این مجموع هیچ کس نیست. شورای انقلاب مثلا مجموعه هست، زمینهای شکل گیریش تا تشکیل شورای انقلاب تا زمانی که جناب عالی مسئول اجرایی شورای انقلاب بودی هیچ مطلبی نیست. باز سوال های چند تا دیگه هم باز یادداشت بکنم که انشاءالله باز جلسه آینده ضبط بشه. راجع به بازگشت و ورود امام، بعد راجع به زمینهای تشکیل دولت موقت هست سوال من و عملکرد دولت موقت و در واقع زمینهایی که بعد از تسخیر لانه جاسوسی باعث اون دولت موقت استعفا بده. اصولا این سوالایی که من بیشتر تنظیم کردم تا سال 60 که به اضافه چند تا مسئله بعد از سال 60، خب اینا رو ان شاء الله جلسه آینده خدمتتون برسیم. خیلی خوب، اینا رو من هم تقریبا همه اینا آماده ام، چون خیلی دور نیست از ذهنم، یه مراجعه دیگه میکنم ان شاء الله. فکر میکنم کتابی تهیه شده یا آقای مسجد جامعه تهیه کرد دیگه، بعد از دولت من چاپ نکرد. بله. اون دو سالی که توی خاطرات من افتاده، من از رسیدم تا اول انقلاب، بعد از سال 61 از 60 شروع کردم. بله. اون دو سال رو آقای مسجد جامعه جمع کرده، کتابش آماده است، شاید نسخه پیش محسنم باشه یا شایدم نباشه. شما ببینید اگر تو اونا مسائلی هست که به سوالات ایشون برخورد میکنه یه چیزی برای منم تهیه کنید. بله. خب اونجا تشکر میگن اینکه جناب ولی وقت رو نرفتی به مرکز اسناد انقلاب اسلامی رو دادی، انشالله در هر جایی ما از شما متشکرم که دنبال این ثبت این اسناد هستید. خواهش میکنم. خسته نباشید. خواهش میکنم. خسته نباشید. چکه.